در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول، رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور افغانستان به موافقه رسید که نشست استانبول به زودی از سر گرفته شود. رجب طیب اردوغان ناوقت روز شنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور احمدزی در کابل گفت هرگاه مشکل میان افغانستان و پاکستان به میان آید، آنها نمیخواهند این مشکلات گسترده و سبب به مخاطره مواجه شدن دو کشور شود. آقای اردوغان تعهد کرد که در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با این کشور همکاری‌های لازم خواهند داشت. رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه یک سند همکاری‌های استراتژیک را نیز امضا کردند. رجب طیب اردوغان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور احمدزی نیز دیدار کرده است. ترکیه از جمله کشورهایی است که در مأموریت ناتو سهم فعال داشته است.